سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر. امیر جواهری هستم برای اجرای برنامه مجله کارگری. در برنامه امشب چند خبر کارگری خواهم داشت. ترمیم دستمزد کارگران رو با هم به گفته شد میشینیم. اعتصاب رانندگان کامیون توی این مرحله، گشایش مدارس و مسائل فیمابین و یادداشت کمیته کارگری در باری از دست رفتن زمین کشاورزان منطقه شمال کشور که اون رو هم شکل کلیپی هست معرفی خواهم کرد. در شوهدی که مدارس گشوده شد، آزاد زنان و آزاد مردان همچنان در زندان هم. نسرین ستوده در زندان به سر میبره به همراه همسرش رضا خندان. معلمان آزادی خواه محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی در زندان به سر میبرند. نرگس محمدی رو امروز چهارشنبه برای چند روز در شرایطی که او احتیاج به مداوا و استراحت مداوم داره برای 3 روز بهش آزادی موقت دادن. دریغم اومد که در برنامه مجله کارگری نامه کوتاهی رو که نسرین ستوده از زندان برای فرزندش نیما به مناسبت گشایش مدارس اومد، اون رو با بینندگان مجله کارگری ادا نکنم. نسرین به مناسبت اولین روز مدرسه به پسرش نیما می‌نویسه که نمیدونم که بایستی نامه رو از کجا شروع بکنم. آیا میتونم شروع سال تحصیلیت رو بدون وجود من و حتی پدرت نادیده بگیرم و بگم که نیما جان امسال هم یه سالیه برای خودش مثل سالهای قبل؟ از این رو سر وقت مدرسه‌تو برو، مشقاتو بنویس، درساتو بخون، به سر خوبی باش تا ما برگردیم. نسیم میگه متنفرم که به عنوان یک مادر چنین حرفهای بی سر و تهی به تو بزنم که همواره در مدت عمر کوتاهت در تلاطم زندان و ملاقات و قطع ملاقات و ترس از بیداد زیستی. یا نمیتونم به عنوان یک مادر از تو بخوام وجودم را نادیده بگیری و خود فکر کنی اصلا مادر نداری تا به این ترتیب با خیالی راحت به کار و مبارزم بپردازم. دور باد از من که با تو چنین بیرحمانه رفتار کنم. اما نیمای من چگونه میتونستم شاهد اعدام نوجوانان وطنم باشم و سکوت کنم؟ چگونه میتونستم چشم بر کودک آزاری ها ببندم تا شبها رو با خیالی آسوده در کنارت بگذارم؟ تا روز اول مهر کیف مدرسه‌ات رو بر پشتت بگذارم و به اتفاق بابات رو تا مدرسه بدرقه کنم؟ پسرم، من نمیتوانستم. همین گناهم همین بود و حرفم که به نفرین ابدی در ایران دچار شده است مرا به این بار پدرت را نیز در این طوفان بیعدالتی و بیشهامتی که جامعه وکالت ایران رو از کار انداخته بر خود فرو میگارد و من در این روزا بیش از پیش به تو میاندیشم و به تنهایی تو و مهرآبای عزیزم که با همه افتخاری که همواره برای من ارمغان آورده است، حالا باید نقش پدر و مادر را تو امان برایت بازی کند و از تو به شایستگی مراقبت کند. اشکای عاشقانم را اظهارت می کنم تا گوشه ای از ظلم و بیداد زمان را برای قابل تحمل سازم. تهران ایوین مواد نسرین، هزاران بار می بوسمت که رویت را مدت هاست ندیدم. خب چنین انگاره ای رو بیشمار مادران و پدرانی که امروز یا خواهران و برادرانی که در زندان های ایران هستن و ما همواره آزادی بیقید شرط همه اونها رو آرزو میکنیم در سر میپرارنند برای فرزندان خودشون. خبرهای کارگری رو با سقوط بی انتهای ارزش پول ملی به اطلاع شما میرسونم. نرخ هر دلار آمریکا که صبح روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه 17000 تومان معامله میشده، ظهر به بیش از 19300 تومان و یه خورده ساعت روز که بالاتر رفت به 18300 تومان رسید.
یورو هم در یک روز از 19950 تومان به بالای 22600 تومان افزایش پیدا کرد. خود این نوسان ارز نشون میده که در مقابل حقوقایی که ثابتن و کارگرانی که ماها و ماها و ماها حقوق دریافت نمیدارن با چه فلاکتی روزگار میگذارن. تجمع کارگران شرکت تعاونی وفای سپهر برای پیگیری مطالبات خودشون در طول روزهایی که پشت سر گذاشتیم در واقع به خیابان آمدن و دست به اعتراض زدن. اینا در مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردن و در طول روزهای گذشته برای سومین روز متوالی ما شاهد اعتراض کارکنان دفاتر سهام عدالت مقابل سازمان خصوصی سازی بودیم که به سکوت طولانی مدت مسئولین اعتراض داشت. توی این اعتراض صنفی 10 نفر از کارکنان دفاتر سهام عدالت کشور در مقابل ساختمان خصوصی سازی روزهای سوم و چهارم اعتراض خودشون پشت سر گذاشتن و اونها معترضن به مجموعه مسائلی که مربوط به عدم دریافت حقوقای اونها هست که چه طی 42 ماه گذشته در واقع بخشی از این کارگران دست از کار کشیدن و در قبال عدم دریافت حقوقای محققه خودشون معترضن و این حرکت اعتراضی همچنان داره دنبال میشه تو شرایطی که کمتر مسئولی خودش رو پاسخ میده. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی صادق نجفی اعلام داشته که از 162 شهرک صنعتی غیر فعال در کشور الان 92% صنایع کوچک و متوسط که اینا رو به اصطلاح پوشش میده بایستی مورد مطالعه و توجه قرار بگیره. 92% از صنایع کشور صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدن و توی این شرایط در شهرک‌های مختلفی که از جهت توسعه صنعتی توی کشور ما داریم همواره به واگذاری زمین برای راه اندازی واحدهای صنعتی در سطح این شهرک‌ها هر روز و هر روز تقاضاش بیشتر میشه. به این خودش به نوعی دشواری می‌آفرینه چرا که اون بحران ها پشت سر گذاشته نشده و با واگذاری قطع زمینی بحران دیگری آفریده میشه. کارگران توری پرس و بسته‌بندی الورس در معبته کارخانه طی روزهای گذشته متوالیان دست به اعتراض دادن. این خبر در سطح خبرگزاری کار ایران اینا بازخورد پیدا کرد و در اونجا اومده که شمار کارگرانی که در این حرکت اعتراضی بودن حدود 400 نفر بودن که اعتراض داشتن به وضعیت دشوار خودشون از جهت عدم دریافت مطالبات که طلبکاران از صاحبکار. اما بحث ترمیم دستمزد، من در برنامه‌های مجله کارگری هفته‌های پیش همواره مکسی روی مسئله ترمیم دستمزد کردم، اما تو طول این هفته همه کسانی که در واقع به نمایندگی از شورای عالی کارگر در دل خانه کارگر جای دارن نسبت به مسئله ترمیم دستمزد خط شدن و به خودشون حرفای زدن. ما به صراحت برانیم اونها روش های مختلفی رو برای ترمیم کمبود سطح درآمد مردم پیشنهاد میکنن. به باور ما همه چی این ادعاها در حد حرف. اونا تلاش کردن که در واقع کارگران را به لایه‌های مختلفی تقسیم بکنن و برای همین سطوح مختلفی را برای بازپرداخت و وضعیت اسفبار کارگران که الان موضوع در واقع ارز موجود در کشور رو که رقمش به شکل سرسام‌آوری بالا میره ولی این حقوقای ثابت هست تو ابتدای برنامه بهش اشاره داشت. میخوام بگم که اون چی که به شکل یه مانور چه توسط دولت چه بخش کارفرمایی و چه شورای عالی کار که مسئول ظاهرن واگذاری مبلغ مورد توافق یعنی اون 800 هزار تومان معروف، همه اینها
بیش از پیش برای سرلواندن کارگران معطل کردن اون هاست و هیچگاه از او فردوردن اون سطح از توافقا رو اینها نمیتونن بهش پاسخ بگن. ترمیم موز راهی برای جلوگیری از اقدامات مردم. بهتره که ما روی این موضوع خم بشیم و راه های خروجیش رو پیدا کنیم. ما باز هم تلاش خواهیم کرد که حول این مهم در برنامه های مجله کارگری هفته آینده مکس و تعامل بیشتری کنیم. در رابطه با احتساب این مرحله از کامیونداران بایستی بگم که احتساب رانندگان کامیون ایران که در دور جدید به دنبال فراخوانی که برای روز شنبه 31 شهریور داده شده بود الان شکل عملی روشنی به خودش گرفته و تو روزهای سوم و چهارم مهر ماه میشه گفت که در سطح وسیع پایاره‌های شهرهای مختلف از جمله در زنجان، توی خمین، در اصفهان، در ورزنه، در شهرک کرد، توی شهر ابهر و کرمانشاه و قزوین و داراب و شیراز و بندرعباس و نیشابور و رومیه و تبریز و همچنین تو اردبیل و بندر امام‌خمینی و شهر بابک عراق ادامه داره و این موج داره همینطوری جلوتر میره. وضعیتی مثل دور اول اعتصاب کامیونداران هم خودش میگه. توی این رابطه به هر حال وقتی که وسعت اعتراض وسیع‌تر میشه دولت هم سعی میکنه که به فرج و فرج بیاد و اونطوری که تو سطح خبرگزاری ها آمده است داریوش امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تو گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم که در واقع نزدیک به سپاه پاسدارانه گفته که در خصوص پیگیری مطالبات کامیونداران یکی از خواسته های رانندگان محاسبه کرایه بر اساس تن بر کیلومتری که برای تصویب به شورای عالی ترافیک کشور ارسال شده و ایشون فکر میکنن که ظرف چند روز آینده خواست کامیونداران عملیاتی میشه. اون چه که مربوط به نگاه ماست تو دوره پیش هم همینطوری بوده. همین فرد یعنی داریوش امانی همین ادعاهایی که امروز داری میکنه اون روزگاران هم کرده بوده، یعنی توی خرداد ما، و ما شاهد این بود که دولت هیچ کار جدی رو متوجه اینا نکرده. لاستیک به مراتب گرم شده، وضعیت حضور کامیون ها توی پایانه ها برای در واقع سامانبری گرفتن بار و حرکت با دشواری بیش از پیش رو روی عوارضی که متوجه کامیون ها میکنن بس دشوار. ما تو برنامه مجله کارگری پیش این از قول یکی از کامیونداران در رابطه با لاستیکی که تولید داخلی بود خریده و چه مشقاتی برش داشته رو با نشون دادن یک کلیپ تصویری در واقع در برنامه گنجوندیم. این ماجرا همچنان و همچنان در دنبال میشه و جا داره که ما مکس کنیم به اینکه دولت مبنای محاصره ارز رو برای واردات لاستیک کامیون های سنگین از ارز گروتی 4200 تومن در نظر گرفته، در حالی که این روز ماجرای ارز به این وضعیت فلاکت بادی رسیده که من در ابتدای برنامه به نوعی بهش اشاره داشتم. بنابراین این ماجرا همچنان و همچنان با دشواری روبرو. در رابطه با فرصت محدودی از گشایش مدارس و حوادث پیش روی بایستی بگم که توی روزهای گذشته ما شاهد تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی مقابل آموزش پرورش بودیم، مبتنی به این که چرا مصوبات مجلس اجرا نمیشه. این تعداد از آموزگاران که کم هم نیستن و طول سال گذشته به دفعات در واقع ساماندهی اعتراضات خیابانی خودشون رو پیش بردن، معترضن که چرا خواست قانونی اونها که مصوبات مجلس هم هست اجرایی نمیشه. اونها میگن که از تبعیض و سردرگمی و بلا تکلیفی به سطوح اومدن و وزارت آموزش پرورش به هیچ وجه حاضر نیست که وضعیت اونها رو به سامان ببره و امر استخدامی اونها رو بهبود ببخشه. توی خبرها اومده که با گشایش مدارس 6 تن از بازداشت شدگان تجمع 20 اردیبهشت 97
معلمان کشور در مقابل سازمان برنامه بودجه در تهران، هر یک از آنها به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی و بعد از 74 ضربه شلاق محکوم شد. این 6 نفر یعنی خانم عالیه اقدام دوست، رسول بداغی، معلم شناخته شده که مدتهای مدید در زندان بوده، اسماعیل گرامی، جواد زلنوری، حسین غلامی و محمد عابدی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه به 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. خب این در واقع فرمولاسیون خیلی خیلی شناخته شده یه در نظام جمهوری اسلامی که هر سازمانده و فعال صنفی رو با همین اتهامات یعنی اخلال در نظم عمومی به زندان میکشن. همین الان که محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی و محمد حبیبی هستن، اونها هم به چنین اتهاماتی در زندان به سر میبرن و با دشواری هایی که به دفعات در برنامه مجله کارگری ازش یاد کردم دارن زندگی میکنن. ما تلاش خواهیم کرد در ارتباط با مسائل آموزش و پرورش، دشواری هایی که پیش روی دانش آموزان کشور هست و به ویژه نیروی وسیع و گسترده‌ای که از آموزش محرومند و امروز در کف خیابان به کارهای مختلفی از گل فروشی و آدم فروشی و گرداندن ترازو و کار در کارگاه ها که در واقع تحت وضعیت قانونی به نوعی بردگی کار شباهت داره و اساسا نمی بایستی این کودکان رو به کار بگمارن، بلکه اونها می بایستی در پهنه آموزش و نظام آموزشی مشغول باشن، حتما توی برنامه های آینده خواهیم پرداخت. نکته ای رو که می خواهم در پایان برنامه امشب بهش اشاره بدارم، مسئله کاریه که در سطح کمیته کارگری ما بهش پرداخته شد و اون موضوع واگذاری زمین هاست در نقاط مختلف کشور که به مسئله گردشگری به نوعی اختصاص داره. ولی نه تنها سامانبری گردشگری به هیچ وجه من الوجوی قطعیت پیدا نمیکنه و سرمایه ای رو متوجه کشور نمیکنه، بلکه برعکس زمین ها رو از دست کشاورزان میگیره و اونها رو به ثمن بخس در واقع رو به نابودی میبره. در این کلیپی که توی این رابطه فراهم آوردیم نشون میده که بیشترین زمین های مناطق شمال تحت عناوین مختلف تغییر کاربری داده میشه و خود این تغییر کاربری ها درآمدهای کلانی رو برای ارگان ها و سازمان های دولتی در پی داره و دوم اینکه سیل بزرگی از دارندگان سرمایه و انبوه‌سازان رو روانه این مناطق میکنه، جنگل ها و مراتع سرسبز رو تبدیل به ویلاهایی میکنه که تنها مدتی از سال قابل استفاده است و در دیگر مواقع از سکنه خالیه و شوی موج ویلاسازی بسیار از کشاورزان منطقه رو هم به دام خودش میکشنه و زمین های کشاورزی اونها رو که به دلیل رکود اقتصادی همگیر دیگه برای صاحبانش باز دیگه اونچانی نداره، اونو به کمترین قیمت ممکن واگذار میکنن و به جاش ویلا ساخته میشه و بس لازم. شما رو دعوت میکنم به کلیپی که در رابطه با تخریب محیط زیست و بحث توسعه صنعت گردشگری به رابطه این دو که توسط همکار مجله کارگری رفیقمون مریم امانی این گفتار ادا میشه با هم به پای دیدن و شنیدن این گفتار کارگری بنشینیم. برای همه شما بهترین ها رو آرزو دارم. باشه که در برنامه مجله کارگری آینده پیرامون آموزش، دشواری های وضعیت موجود معلمان با هم صحبت داشته باشیم. شاد و سربلند باشید. شیرابه
بحث توسعه صنعت گردشگری و رابطه گسترش این صنعت با تخریب محیط زیست از موضوعاتی است که همیشه بین مسئولین و کنشگران حوزه محیط زیست مورد منازعه بوده. موافقان از رشد اقتصادی مردم مناطق مورد بازدید صحبت می‌کنند، اما آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد چیز دیگری است. در دولت جمهوری اسلامی ارگان‌های اجرایی بر اساس نیازها تعریف نمی‌شوند، بلکه در بسیاری از مواقع این نیازها هستند که با سازمان‌ها تعریف می‌شوند. هر جا که امکان سوددهی برای آنها وجود داشته باشه، ارگانی رو برای بهره برداری از این سودها ایجاد می‌کنند. قوانین را لغو و قوانین جدیدی را مسبب می‌کنند. آنها تنها نوک دماغ خودشان را می‌بینند و همه چیز را فقط و فقط برای امروز که در رأس کار هستند و سودی که این پروژه‌ها به آنها می‌رساند می‌خواهند و بس. ذره‌ای از آینده نگری در برنامه‌ها و پروژه‌هاشان دیده نمی‌شه. پایداری توسعه برای آنها مفهومی ناشناست. توسعه گردشگری در مناطق شمالی کشور هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. بیشترین زمین‌های این مناطق تحت عناوین مختلف تغییر کاربری داده میشه. اولا خود این تغییر کاربری‌ها درآمد کلانی رو برای ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی در پی داره. دوما سیل بزرگی از دارندگان سرمایه و انبوه‌سازان رو روانه این مناطق میکنه. جنگل‌ها و مراتع سرسبز تبدیل به ویلاهای میشن که تنها مدت کوتاهی از سال مورد استفاده قرار میگیرن و در دیگر مواقع خالی از سکنه هستن. شیوع موج ویلاسازی بسیاری از کشاورزان منطقه را هم به دام خود کشونده. زمین‌های کشاورزی که به دلیل رکود اقتصادی همگی دیگه برای صاحبانش بازدهی چندانی نداره، به سرعت و به شیوه‌های مختلف تغییر کاربری داده و به ویلا تبدیل میشه و کشاورزان بیکار شده سرایداران این ویلاها میشن. به تدریج اقتصادی انگلی شکل گرفته و مشاغل کاذب جانشین کار مولد میشه. خصوصیات هویتی و مناسبات بین افراد و جامعه تغییر کرده و مناسبات قبلی به بدترین شکل ممکن به نابودی کشونده میشه. ما مخالف تغییر و تحول مناسبات فیما بین جوامع روستایی نیستیم، ولی آنچه که اینها برای روستاییان در مقام آورند تحول نیست، بلکه نابودی مناسبات موجود به بدترین شکل اون هست. برای مثال کافی نگاهی داشته باشیم به روستاهای کشور هلند. آسیاب‌های بادی و مزارع گل در این کشور سالانه میلیون‌ها گردشگر رو به این کشور می‌کشونه. صنعت گردشگری نه تنها تخریب محیط زیست رو به دنبال نداشته، بلکه داشته‌های بومی مردم رو تقویت کرده. اما در جمهوری اسلامی سازمان‌ها و ارگان‌هایی که قرار است گردشگری رو توسعه بدن به دنبال این هستن که در میانکاله هتل بسازن، جنگل‌های چندین هزار ساله رو نابود کنن و در دل آنها به ویلاسازی بپردازن. ما طرفدار بیشترین تحولات هستیم، ولی با هجوم ناهنجار سرمایه‌داری به روستاها مخالفیم. برای مقابله با هجوم سرمایه به منابع طبیعی، سرمایه‌ای که حاکمیت حکومتی را هم یدک می‌کشه، لازمه به چند نکته ضروری توجه کنیم. 1. سازمان‌ها و ارگان‌هایی که به گردشگری اقدام می‌کنند، بایستی ملاحظات زیست‌محیطی را در نظر داشته باشند. این یک اصل کلیه. توسعه هیچ صنعتی نبایستی باعث تخریب محیط زیست بشه. 2. اطلاع رسانی شفاف در مورد اصل پروژه و چگونگی اجرای کردن اون مدت‌ها قبل از به اجرا درآمدن آن صورت بگیره.
در نتیجه مردم محلی و سازمان‌های مستقل محیط زیستی به خوبی با ضرر و زیان‌های این گونه پروژه‌ها از قبل آشنا خواهند شد. 3. امکان مداخله‌گری و تاثیرگذاری مردم بومی و سازمان‌های مستقل زیست محیطی فراهم بشه. اونها با دخالتگری مؤثر خود میتونن زمینه تخریب محیط زیست توسط صاحبان سرمایه و قدرت رو از آنها بگیرن. 4. تصمیم گیری در مورد مناطق مورد هدف گردشگری نه توسط حاکمیتی که دخالت مردم در امور خودش رو بر نمیتابه، بلکه در درجه اول خود مردم منطقه و سازمان‌های زیست محیطی مستقل بایستی به عهده بگیرن. مردم بومی و تشکل‌های مستقل مدافع محیط زیست لایق‌ترینن برای تصمیم گیری در این امور. تأکید دوباره می‌کنیم تصمیم گیری بایستی مستقل از رژیم باشه. تجربه 4 دهه حاکمیت ضد مردمی نشون داده که شر اصلی خود جمهوری اسلامیه. در اینجا فساد ساختاری شده، امکان اصلاح اون وجود نداره. راه حلی جواب میده که بتونه نیروی مردم برای حفاظت از داشته‌های طبیعی رو بسیج کنه.